سلام، کریسمس بر هموطنان مسیحی مبارک. آوا آذری هستم. با مشروع اخبار امروز همراه ما باشید. در ابتدا سرخط خبرها. جوابیه فرزند آیت الله منتظری به مشاور فرهنگی حسن روحانی. برای رفع حصر آیت الله منتظری هیچ شرط و تعهدی مطرح نبوده. سه وزیر دولت اردوغان در ارتباط با پرونده فساد دولتی استعفا کردند. درخواست سازمان حفاظت محیط زیست برای واردات بنزین استاندارد جهت رفع آلودگی هوا. احمد منتظری، فرزند آیت الله حسین علی منتظری، با انتشار جوابیه ای میگوید که در قبال رفع حصر آیت الله حسین علی منتظری هیچ شرط و یا تعهدی مطرح نبوده. پیش از این حسام الدین آشنا، مشاور فرهنگی حسن روحانی، در گفتگو با نشریه اندیشه پویا و در پاسخ به موضوع بررسی رفع حصر رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری 4 سال پیش گفته بود این موضوع به خود این افراد بستگی دارد. او با اشاره به مسئله رفع حصر آیت الله منتظری افسوده بود حصر آقای منتظری هم برداشته نشد مگر با قبول مسئولیت از طرف او. آیت الله منتظری، روحانی منتقد حکومت ایران، 5 سال از عمر خود را در جمهوری اسلامی در حصر خانگی بود. در جوابیه احمد منتظری آمده که مقامات وزارت اطلاعات تنها نگران ازدحام مردم پس از رفع حصر بودند که به آنها اطمینان داده شد چون این اتفاقی نمی افتد. پیشتر در گفتگو با محمد جواد اکبرین، سردبیر روزنامه اینترنتی راه دیگر، پرسیدیم سخنان آقای آشنا از چه جهت میتواند مهم باشد. اظهارات آقای آشنا از این جهت مهم شده که توسط دولت تکذیب یا تایید نشده و به عبارتی دولت در برابر اظهارات مشاور رئیس جمهور سکوت کرده و طبیعتا سکوت هم به نوعی معنای رضایت داره در مسائل بسیار مهم وقتی موضع گیری نمیشه. وگرنه شخص آقای آشنا نه در رده معاونان رئیس جمهور هست و نه در رده اعضای هیئت دولت که سخنانش دیدگاه رسمی دولت تلقی بشه. این است که من این نکته رو اول باید تذکر بدم که پرداخت رسانه ها به این موضوع و پررنگ کردن موضوع از جهت اهمیت آقای آشنا نیست. ایشون ویژگی مهمی در دولت کنونی نداره. یکی از مشاوران رئیس جمهور هست و سخنان او به طور طبیعی نماینده دیدگاه رئیس جمهور محسوب نمیشه. اما چون دولت سکوت کرده در باره این اظهارات، ما باید این اظهارات رو خطرناک و جدی تلقی بکنیم و به دولت هشدار در واقع بدیم، کسانی که دارن دنبال میکنن مطالباتشون رو از دولت کنونی، که یا دیدگاه های مشاور رئیس جمهور رو تصحیح بکنند یا به هر حال اگر قبول دارن به صراحت اعلام بکنن تا کسانی که به این دولت رأی دادن هم تکلیف خودشون رو بدونند. از آقای اکبرین همچنین درباره جزئیات بیشتر آن بخش از سخنان آقای آشنا پرسیدیم که خانواده آیت الله منتظری را به واکنش واداشته. دو تا اتفاق بسیار بد افتاده در اظهارات آقای آشنا. یکی اینکه ایشون دروغ گفته و تحریف کرده تاریخ رو، و نکته دوم این که در خصوص مطالبه کسانی که با آقای روحانی رأی دادن نسبت به رفع حصر نوعی بی‌اعتنایی و بی‌توجهی صورت گرفته در سخنان ایشون. اون بخشی که گفتم ایشون دروغ گفته به این دلیل هست که بیش از 1 دهه الان از مسئله رفع حصر مرحوم آیت الله منتظری گذشته. در همون زمان 1 روز قبل از رفع حصر آقای منتظری با صدای خودشون مصاحبه کردن، اعلام کردن، الان در رسانه ها هست، هنوز موجوده، تاریخ زیادی ازش نگذشته که در خصوص این سند تاریخی بخواد کسی تشکیک بکنه و ایشون به صراحت گفته که هیچ تقاضایی در خصوص رفع حصر صورت نگرفته، ایشون به هیچ وجه از نقدهایی که داشته عقب نشینی نکرده، خود حکومت تصمیم گرفته عقب نشینی بکنه و حصر ایشون رو برداره.
فرزندان ایشون هم در همون زمان همین موضع رو داشتن. الان هم جناب آقای منتظری، احمد آقا پسر مرحوم آیت الله منتظری، هم به صراحت تأکید کردن بر موضع بیش از یک دهه پیششون، یعنی در این 10 سال اصولگرایان مخالف مواضع محکم آیت الله منتظری از آقای آشنا بسیار سخاوتمندتر بودند در تحریف تاریخ، اگر میتونستن این کارو بکنن، منتها چون هیچ راهی برای تحریف این موضوع نداشتن و ماجرای رفع حضرت آیت الله منتظری و مقاومت ایشون تا روز آخر و عدم تقاضای عفو شفافتر از اون بود که اصولگرایی جرأت کنه این موضوع رو تکذیب یا تحریف بکنه، کسی در این یک دهه، بیش از یک دهه، در این باره حرفی نزده. آقای آشنا تازه از راه رسیدند و کاری که اصولگرایان نکردن رو ایشون دارن میکنن. به هر حال توصیه این هست که ایرادی که مردم به دولت پیشین میگرفتن و دولت رو دولت دروغگو میدونستن، مواضع دولتیان رو، مشخصا رئیس دولت پیشین رو، یعنی آقای احمدی نژاد رو، مواضع دروغی میدونستن، این اشتباه رو قاعدتا در این دولت نباید اجازه بدند آقای رئیس جمهور که این اشتباه تکرار بشه. نظرات محمد جواد اکبر این را درباره سخنان مشاور فرهنگی رئیس جمهوری ایران درباره موضوع رفع حصر آیت الله منتظری و واکنش‌های به آن شنیدیم. بدر سادات مفیدی، آخرین دبیر انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران، پس از دیدار با وزیران ارشاد و کار، از بازگشایی این انجمن در آینده این نزدیک خبر داده. انجمن صنفی روزنامه نگاران حدود 4 سال پیش با حکم سعید مرتضوی دادستان وقت تهران پلمب شد. گفته می شود این انجمن یک شاکی رسمی دارد که آن وزارت اطلاعات است. دلایل پلمب البته هیچگاه به صورت روشن مشخص نشد. با روی کار آمدن دولت حسن روحانی، انجمن صنفی در نامه‌ای سرگشاده از آقای روحانی خواست تا برای بازگشایی این نهاد صنفی تدبیری بیاندیشد. در انجمن اما همچنان بسته ماند و این بسته بودن پای نهادهای بین المللی را نیز به ماجرا کشاند و فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران درخواستی در این زمینه برای رئیس جمهوری ایران فرستاد. حالا گویا روزنه ای برای باز شدن قفل در انجمن صنفی پیدا شده. خانم مفیدی در این رابطه به وبسایت پیام نو گفته که محمود علوی وزیر اطلاعات هم با بازگشایی انجمن صنفی روزنامه نگاران موافق است. نگاهی میکنیم به اخبار کارگری امروز. نماینده کارگران پیمانی کارخانه سیمان لوشان: حقوق 180 کارگر این کارخانه 6 ماه است که پرداخت نشده است. 300 کارگر پلی‌اکریل اصفهان در 4 روز از دور سوم اعتراضاتشان در واکنش به سیاست کوچکسازی کارخانه بار دیگر در محوطه محل کارشان تجمع کردند. منابع خبری در ترکیه از استعفای ظفر چاغلایان وزیر اقتصاد، معمر گولر وزیر کشور و اردوغان بایرکتار وزیر محیط زیست ترکیه خبر دادند. این 3 وزیر در ارتباط با تحقیق درباره فساد دولتی استعفا کردند. خبر استعفای این 3 وزیر کابینه رجب طیب اردوغان، نخست وزیر اسلامگرای ترکیه، در حالی منتشر می شود که روز 17 دسامبر گزارش شد که پسران آنان در ارتباط با تحقیقات درباره فساد گسترده دولتی بازداشت و رسماً متهم شدند. در پرونده مربوط به فساد دولتی در ترکیه، نام شماری از مقامات دولتی و مالی نزدیک به دولت به چشم می‌خورد که برخی از آنان با اتهام رشوه‌خواری و سوء استفاده از قدرت به نفع آشنایان و خویشاوندانشان مواجه هستند. در تحقیقات اخیر پیرامون فساد اداری در این کشور، نام رضا زراب، تاجر ایرانی الاصل که تابعیت ترکیه و جمهوری آذربایجان را هم دارد، مطرح شد و رسانه‌های ترکیه گزارش کردند آقای زراب در ارتباط با رشوه دادن به مسئولان دولتی به منظور فراهم آوردن امکان فروش غیرقانونی طلا به ایران بازداشت شده است. تا کنون 24 نفر از جمله فرزندان و همکاران چند وزیر دولت رجب طیب اردوغان در جریان رسیدگی به پرونده فساد مالی در ترکیه بازداشت شدند.
رجب طیب اردوغان چند روز پیش این ماجرا را توطئه‌ای علیه دولت دانسته بود. ساعتی پیش در گفتگو با بهروز صمد بیگی، روزنامه‌نگار ساکن ترکیه، از تأثیرات این موضوع بر وجهه آقای اردوغان در جامعه ترکیه پرسیدیم. آقای اردوغان تا حالا تلاطمات سیاسی زیادی رو پشت سر گذاشته، اما همیشه اون چیزی که بهش کمک میکرد که در صفحه اول محبوبیت مردمی باقی بمونه و به عنوان چهره اول ترکیه همیشه از قدرت و اقتدار برخوردار باشه، این بود که یک وجهه قهرمان اقتصادی داره آقای اردوغان و تونسته که اقتصاد کشور ترکیه رو زیر و رو کنه و به عنوان یک متخصص و ناجی در این حوزه ظاهر بشه. این ضربه آخری که به دولت آقای اردوغان وارد شده اتفاقا همین بخش اقتصادی رو در واقع مد نظر قرار داده و این میشه گفت که سهمگین‌ترین ضربه‌ای هست که ممکنه به محبوبیت آقای اردوغان وارد بشه. اگرچه تا الان دولت زیر بار این پرونده نرفته و همچنان دفاعیاتی مثل این که این از خارج از کشور داره طراحی میشه این حملات و چیزهایی مثل این انجام میده، اما زیر سوال رفتن اقتدار اقتصادی و سلامت اقتصادی دولت و نزدیکان آقای اردوغان اون چیزی بود که میتونست متزلزل کنه آینده سیاسی آقای اردوغان و حزبش رو. آقای صمد بیگی به حزب عدالت و توسعه اشاره میکند. از او همچنین پرسیدیم این پرونده فساد مالی چه تأثیری بر چشمانداز و اقتدار این حزب دارد؟ هنوز زود هست که در این مورد قضاوت کرد، اما به هر حال انتخابات شهرداری ها نزدیک هست و اگر آقای اردوغان موفق نشه که از ضدیت و اختلاف بیشتر بین طرفداران خودش، حزب خودش و جماعت اسلامی فتح‌الله گولن جلوگیری کنه، ممکنه که در انتخابات شهرداری ها ریزش آرا داشته باشن حزب آقای اردوغان. اگرچه هستند مفسرانی در ترکیه که اعتقاد دارن که آقای اردوغان اونقدر محبوبیت داره که لااقل در انتخابات شهرداری ها که در اپریل سال آینده هست خیلی صدمه نخواهد دید، و یا عده دیگری معتقدن که این به نفع ترکیه خواهد بود چون با کمی ریزش آرا از این در واقع اکثریت مطلق حزب آک پارتی، حزب آقای اردوغان کمتر خواهد شد و این به نفع دموکراسی در کشور و منطقه خواهد بود. تحلیل بهروز صمد بیگی، روزنامه نگار ساکن ترکیه، را درباره پرونده فساد مالی در این کشور و تأثیرات آن بر حزب حاکم در ترکیه شنیدیم. دو موشک امروز محوطه سفارت آمریکا در کابل، پایتخت افغانستان، را هدف قرار داد. سفارت آمریکا در کابل نیز این موضوع را تایید کرده، اما گفته که این حمله تلفاتی در پی نداشته است. سفارت آمریکا در نزدیک کاخ ریاست جمهوری قرار دارد و چندین مرکز نظامی و دیپلماتیک از جمله فرماندهی ناتو، وزارت دفاع و شماری از سفارتخانه‌های خارجی هم در نزدیکی آن واقع شده. این در حالی است که پیشتر سخنگوی پلیس کابل گفته بود در پی انفجار دو موشک آماده پرتاب به شهر کابل، دست کم 3 مأمور پلیس زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، حشمت الله استانکزی گفته بر اساس گزارش‌هایی که به او رسیده، مأموران پلیس در حال خنثی‌سازی موشک‌های آماده پرتاب بودند که دست کم 2 موشک منفجر شدند. آقای استانکزی گفت این انفجارها ساعت 7 صبح امروز در محله قلعه زمانخان در شرق کابل روی داد. هنوز مسئولیت این رویداد را هیچ فرد یا گروهی به عهده نگرفته است. نیروهای امنیتی مصر دیروز حشام قندیل، نخست وزیر دولت محمد مرسی، رئیس جمهور برکنار شده این کشور را بازداشت کردند. به این ترتیب او برای گذراندن حکم 1 سال حبسی که پیشتر دریافت کرده بود روانه زندان شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت کشور مصر با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد نیروهای امنیتی قندیل را در منطقه کوهستانی در حالی که قصد داشت با کمک قاچاقبران به سودان فرار کند دستگیر کردند. تا
تشکیل پرونده علیه هشام قندیل به 2 سال پیش و دوران ریاست جمهوری حسنی مبارک باز می گردد. پس از فروش 1 کارخانه نساجی مصری به 1 سرمایه‌گذار سعودی در سال 1996، دادگاه مصر در سال 2011 در حکمی خواستار ملی‌سازی دوباره این کارخانه شد و در بهار سال 2012 و پس از سقوط دولت مبارک، دادگاه هشام قندیل را به اتهام سرپیچی از فرمان ملی‌سازی دوباره این کارخانه نساجی به 1 سال حبس محکوم کرد. به دنبال روی کار آمدن دولت محمد مرسی، هشام قندیل که تحصیل کرده رشته مهندسی در آمریکاست، به عنوان نخست وزیر انتخاب شد. محمد مرسی تیر ماه سال جاری از سوی ارتش مصر از سمت خود برکنار شد. پاپ فرانسیس رهبر مذهبی کاتولیک های جهان در سخنرانی خود به مناسبت کریسمس خواستار کمک های انسان دوستانه در سوریه و همبستگی اجتماعی در سودان جنوبی شد. او همچنین خواستار کمک الهی برای بازگشت صلح در آفریقای جنوبی، نیجریه و عراق شد. سخنرانی پاپ فرانسیس از بالکن کلیسای جامع سنت پیتر واتیکان امروز در حضور نزدیک به 70,000 شنونده انجام شد. سری میزنیم به آن سوی میله های زندان. مژده ظهوری، همسر فرهاد فهندش، زندانی بهایی توسط اداره اطلاعات گرگان بازداشت شد. دست کم 8 زندانی محکوم به اعدام در زندان رجایی شهر کرج برای اجرای حکم به سلول انفرادی منتقل شدند. 100 نماینده مجلس شورای اسلامی طرحی 2 فوریتی را به هیئت رئیسه دادند که بر اساس آن در صورت تشدید تحریم‌ها علیه ایران دولت موظف می‌شود غنی‌سازی اورانیوم را به میزان حداقل 60% افزایش دهد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، این نمایندگان می‌گویند ایران برای سوخت زیردریایی‌های اتمی و مسئله کاهش آلودگی هوا به این میزان غنی‌سازی نیاز دارد. زیرساخت‌هایی که این نمایندگان از آنها نام می‌برند همان تأسیساتی هستند که باعث نگرانی غرب نسبت به احتمال وجود ابعاد نظامی در برنامه هسته‌ای ایران شده. ایران البته این نگرانی‌ها را بی‌مورد می‌داند. فریدون عباسی، رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی ایران، هم دیروز با انتقاد از توافق‌نامه هسته‌ای ژنو گفته بود کاهش غنی‌سازی اورانیوم کشور را از رسیدن به توسعه در زمان مقرر باز می‌دارد. تهرانی‌ها بیش از آن که در هوای پاک نفس بکشند، هوای ناسالم را استنشاق می‌کنند و بیش از آن که شاهد آسمانی آبی باشند، سقفی خاکستری بر بالای سرشان می‌بینند. این روزها میزان آلودگی هوا در تهران باز هم افزایش یافته و به تعطیلی برخی مدارس تهران منجر شده. پیش‌بینی هم می‌شود تا اوایل هفته آینده در بر همان پاشنه بچرخد و آسمان تهران همچنین دودآلود باشد. سازمان حفاظت محیط زیست امروز خواستار واردات بنزین استاندارد شده. این نهاد که معصومه ابتکار رئیس آن معاون رئیس جمهوری است، یکی از دلایل آلودگی شدید پایتخت را توزیع نشدن بنزین با استاندارد یورو دانسته. آمار رسمی نشان می‌دهد به طور متوسط روزانه حدود 70 میلیون لیتر بنزین در ایران سوزانده می‌شود، رقمی که بیش از تولید داخلی است. این کشور تا 3-4 سال پیش 40% از بنزین مصرفی خود را از خارج تامین می‌کرد، اما به دلیل تحریم‌های آمریکا در این مورد تولید بنزین داخلی افزایش یافت. تولیدی که به گفته مقامات سازمان حفاظت محیط زیست بر اساس استانداردهای یورو نیست. چه میزان از آلودگی هوای تهران ناشی از بنزین‌های غیر استاندارد است؟ نظرات شیوا شفاهی، متخصص حقوق محیط زیست، را در این باره بشنویم. ما منابع آلودگی متفاوتی داریم. تمام این آلودگی ها به خاطر بنزین غیر استاندارد نیستش. میشه گفت شاید نیمیش به خاطر اون بنزین های غیر استانداردی هست که داره مصرف میشه و مقدار دیگرون به خاطر کارخونه ها، منابع تجاری و خانگی هستش که برای گرمایششون مجبور به استفاده از سوخت‌های فسیلی هستند و همچنین عدم داشتن فیلترهای مناسب کارخانه‌ها و کارگاه‌هایی هست که در شهر تهران و حومه شهر تهران
اساسا نزدیک به شهرهای بزرگ ما وجود دارند و این نکته رو باید توجه کنیم، چرا که برای مبارزه با این آلودگی ما باید به همه عوامل آلوده کننده توجه داشته باشیم. بسیار به قوانینی که ما داریم طبق مصوبه 3274 نحوه جلوگیری از آلودگی هوا، منابع آلوده کننده مشخص شدن و راه‌های جلوگیری از اون هم اجرا شده. ما طبق آیین‌نامه اجرایی ماده 6 مصوبه 23383 هم در مورد قوانینی که چگونه ما جلوگیری کنیم از آلودگی هوا بسیار قوانین مستندی داریم که اگر اونها هم به اجرا در بیاد آلودگی کاهش پیدا خواهد کرد. صحبتی که خانم دکتر اجکا کردن در مورد بنزین بسیار صحبت خوبی بوده که ایشون کردن. لازم هست بنزین تغییر پیدا کنه، استانداردهای بنزین کشور تغییر پیدا کنه، اما کنار این خانم دکتر استکار کاش بگن که فیلترینگ دودکش های کارخونه ها و کارگاه ها، نوع مصرف سوختی ما در حال حاضر در زمستان که به خاطر گرمایش خانه ها مصرف بالای سوخت های فسیلی رو داریم هم کاهش پیدا کنه. استاندارد گرم کردن خانه ها نسبت به کشورهای پیشرفته در کشور ما متاسفانه متفاوت و بسیار بالا هستش. امیدوارم که قدمی برداشته بشه و این مشکل و موزل و علتی که در آینده میتونه ضررهای بسیاری رو برای کودکان ایران داشته باشه برطرف بشه. سخنان شیفا شفایی متخصص حقوق محیط زیست را درباره میزان تأثیر استفاده از بنزین غیر استاندارد بر آلودگی هوای پایتخت شنیدیم. و حالا یک جمله یک خبر. حسین شریعت مداری: تحریم ها نتیجه شکست آمریکا در حوادث 88 است. ناصر مکارم شیرازی: ایران نمیتواند با غرب درباره حقوق بشر توافق کند. روزنامه جمهوری اسلامی: نباید از واژه شاهنشاهی پایتخت استفاده کرد. علی اکبر ولایتی: انرژی هسته‌ای را به کمک علما به دست آورده ایم. جانشین فرماندهی حفاظت سپاه پاسداران میگوید پس از ترور دانشمندان هسته‌ای حفاظت از این شخصیت‌ها به سپاه واگذار شده. محمد حسن کاظمی امروز در یک نشست خبری گفته پس از این واگذاری دیگر ترور موفقی صورت نگرفته. در سالهای اخیر و در چند مورد افراد مرتبط با برنامه اتمی ایران هدف سوء قصد قرار گرفتند و کشته شدند. مسعود علی محمدی استاد فیزیک دانشگاه تهران، مجید شهریاری استاد فیزیک دانشگاه شهید بهشتی و مصطفی احمدی روشن معاون بازرگانی تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم نطنز از جمله این افرادند. واکنش ها به دیدار هیئت پارلمان اروپا با نسرین ستوده، وکیل دادگستری و جعفر پناهی فیلمساز همچنان ادامه دارد. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه امروز این دیدار را اقدامی بسیار زشت، بد و خلاف عرف دیپلماتیک توصیف کرد و گفت قوه قضاییه موافق این دیدار نبود. در این بین هیئت پارلمان اروپا اعلام کرد که خواهان دیدار با میرحسین موسوی و مهدی کروبی رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بوده، اما این اجازه به آنها داده نشد. این موضوع را تاریا کرونبرگ رئیس این هیئت که اخیراً به ایران سفر کرده بود به شبکه بی بی سی گفته.
خانم کرونبرگ در گفتگو با برنامه تلویزیونی صفحه 2 گفت: می‌خواستیم با خانواده زندانیان سیاسی و با کسانی که در حصر خانگی هستند، یعنی موسوی و کروبی، ملاقات کنیم، که البته امکان نداشت. او تاکید کرد محمد جواد لاریجانی، رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران، به آنها گفته روند قضایی در مورد پرونده رهبران جنبش اعتراضی در آینده نزدیک آغاز خواهد شد. دیدار هیئت پارلمان اروپا با نسرین ستوده و جعفر پناهی در سفارت یونان در تهران و تحویل دادن جایزه ساخاروف برای آزادی اندیشه به آنها، خشم چهره‌های سیاسی محافظه‌کار در ایران را برانگیخته. تاریا کرونبرگ همچنین در مورد دیدار با اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، نیز گفت: در این دیدار میزبان به ما گفت بنشینیم و من از رسم بلند شدن اصلا خبر نداشتم. او تاکید کرد این موضوع به بی اطلاعی از پروتکل باز میگردد و من قصد بی احترامی و توهین به آقای هاشمی را نداشتم. دفتر رئیس جمهوری ایران در اطلاعیه رسمی انتشار مطلبی در نشریه آلمانی زود دویچه انتسای تونگ را به نقل از حسن روحانی فاقد اعتبار دانست. دو روز پیش خبرگزاری رویترز به نقل از این رسانه آلمانی مطلبی منسوب به حسن روحانی را نقل کرد، مبنی بر اینکه ایران قصد دارد روابط خود را با آمریکا و کشورهای اروپایی بهتر کند، مطلبی که انعکاسی گسترده در رسانه‌های مختلف داشت. پیشتر از دفتر رئیس جمهوری ایران، محمد رضا صادق، مشاور ارشد آقای روحانی، انتشار مقاله در این رسانه آلمانی توسط آقای روحانی را از اساس تکذیب کرده بود. این در حالی است که پیشتر در توییتر حسن روحانی نیز بخشی از مقاله نشریه آلمانی منتشر شده بود. و حالا نرخ سکه و ارز در بازار امروز تهران. امروز دلار با 110 ریال کاهش نسبت به روز سه‌شنبه در بازار تهران 29640 ریال فروخته شد. پوند با کاهش 100 ریالی 48400 ریال به فروش رفت. نرخ فروش یورو با افزایش 50 ریالی نسبت به روز سه‌شنبه 40550 ریال بود. سکه بهار آزادی طرح جدید هم بدون تغییر نسبت به سه‌شنبه 8,570,000 ریال در بازار تهران معامله شد. فیلم سینمایی تابور به کارگردانی وحید وکیلی‌فر در میان 10 فیلم برتر سال 2013 سایت تخصصی سینمایی ایندی وایر قرار گرفت. فیلم تابور از نظر بسیاری از منتقدان، از نظر موضوع و فرم بیان، تجربه منحصر به فرد در سینمای ایران محسوب می شود. این فیلم بر مبنای یک فرضیه علمی درباره تأثیر امواج الکترومغناطیسی و مایکروویو بر بدن انسان ساخته شده. شخصیت اصلی فیلم تابور با پوشیدن لباسی از جنس آلومینیوم و زندگی در اتاقی که دیوارهایش با آلومینیوم پوشیده شده، سعی دارد خود را در مقابل این تشعشعات محفوظ نگه دارد. تابور دومین فیلم بلند و مستقل آقای وکیلی‌فر پس از گشر است. این فیلم در ماه‌های اخیر در جشنواره‌های مختلفی همچون فیلم ریو در برزیل، کل در آلمان و ماناکی در قبرس شرکت کرده. این فیلم پیش از این جایزه شب برای بهترین کارگردانی از جشنواره فیلم بین المللی فیلم دویل را در فرانسه و جایزه ویژه هیئت داوران را در جشنواره مراکش از آن خود کرده بود. Everything that glitters is gold, and do not enter that Indian sacred ground if you want to come back alive.
با سپاس از همراهی شما با این بخش خبری. شب و روزتون خوش. Thank you.